رادیو همراه، بفرمایید. سلام عرض جناب پلاسی. سلام، بفرمایید. ممنون از برنامه خوبتون. جناب پلاسی، من دو فرزند پسر دارم. در ارتباط با، در واقع از دو تا مادر هستن اینا، در ارتباط با فرزند کوچیکم 3 ساله 8 ماهه باهاتون تماس میگیرم. نه، یک کمی زندگی رو به من بفرمایید. ماجرای ازدواج شما و بچه ها چی هست؟ بله، من 48 ساله هستم دکتر. ازدواجم 20 سال طول کشید. از اون ازدواج یک پسر 22 ساله دارم و حدود، در واقع بعد از جدایی حدود 5 سال و اندی پیش با خانمی آشنا شدم که این خانم هم از یه رابطه 16-17 ساله آمده بود بیرون با شوهر کانادایی. دو فرزند داشت از اون ارتباط، یک دختر که در حال حاضر 18 ساله است و یک پسر که در حال حاضر 6 ساله است. رابطه ما خیلی سریع تمام شد به خاطر حاملگی و اختلاف نظری که در این زمینه داشتیم. تا این داستان به طول انجامید، تا موارد دادگاهیش طی شد و من واسه اولین بار فرزند پسرم و 1 سال و چند ماه پیش دیدم. یعنی چی؟ چرا؟ من نفهمیدم. شما بذار من بفهمم، بهتون مطمئن بشم. شما بعد از جدایی از همسرتون با یه خانم ایرانی باز دوباره که دو تا فرزنداش آشنا شدید و بعد از اون رابطه یه فرزندی آوردید. بله، ایشون حامله شدن. بله. خیلی خوب. نه متوجهم. برای چطور شما بچه رو ندیدید؟ در واقع ایشون 1 یا 2 ماه حامله بودن. من موافق به نگه داشتن این حاملگی نبودم و این خانم بود. سر این موضوع به اختلاف برخوردیم و رابطه ما قطع شد تا اینکه در واقع من به دادگاه خواسته شدم و این داستان مصادف بود با زمان کرونا. روال دادگاهی هم یک مقداری طولانی تر شد تا اینکه من تونستم از طریق دادگاه حق دیدار فرزندم رو گرفتم که این داستان حدود 1.5 سال پیش اتفاق افتاد. خب درست، ولی شکایت رو خانم کرده بود به خاطر اینکه شما چون بچه رو نخواستید بعد هم کاری به کارش نداشتید. ایشون برای گرفتن کمک احتمالا مالی شما رو به دادگاه بردن، درسته؟ بله، ایشون در واقع واسه چایلد سپورت من رو بردن دادگاه. آره دیگه، خب همین. شما رفت، نه متوجهم. آره، وقتی شما چایلد سپورت شد، شما بود خیلی خوب چایلد سپورت رو دادگاه مشخص بکنه من باید بدم با توجه به درآمد هر دوتون، ولی خب شما به عنوان پدر حق دیدار رو پیدا میکنید. خب بله بله. خب الان چه خبر است؟ در واقع 1.5 سال پیش این دیدار ما شروع شد و با این خانم هم مجددن ما وارد رابطه شدیم هر دو. نیتمون هم تشکیل یه زندگی مشترک با هم بود. متاسفانه ورکات نکرد. از طرفی در این 1 سال و چند ماه رابطه‌ای بین من و پسرم پیش اومد، ارتباط نزدیکی پیش اومد. مشکلی که من در حال حاضر دارم این است که این خانم ویلکام نیست به ارتباط من با پسرم، در حالتی که با خود ایشون در ارتباط نباشم و ما در یک زندگی مشترک به اتفاق دو فرزند دیگر این خانم نباشیم. یعنی ایشون میخوان قوانین دیگری هم برای بقیه مردم جهان وضع کنن. شما یه پدری هستید با یه حقوقی که بر اساس شرایطتون، امکاناتتون، اگر با هم توافق کنید که چه بهتر، اگر نکنید دادگاه حکمی رو صادر میکنه و درخواست و تمنای ایشون هم به جایی نمیرسه اگر شما نمیخواید با هم زندگی کنید. بله دقیقا همین هست و من در همین ارتباط با شما زنگ زدم که ببینم مصلحت واسه فرزند من چی هست، به خاطر اینکه درست است که دادگاه این حق رو به من خواهد داد، ولی از لحاظ در واقع اقداماتی که این خانم انجام میده سعی خواهد کرد دردسرهای زیادی رو واسه من درست کنه و در این محیط پر از تنش نمیدونم صلاح برای خب حالا نه چرا میخواد چنین چه کسی
فکر کنی که از یه مردی یه پسری داره، بعدم این مرد موافقت میکنه که این پسر بیشتر با او باشه، یه ملاقات هفته یک دفعه رو داشته باشه، یه مقدارم کمک هزینه به اون خانم بده. چرا ایشون نمیخواد با این کنار بیاد؟ در واقع موارد متعددی رو مطرح میکنه این خانم، بیشترش به نظر من بیشتر از اونی که دلیل باشه بحث کینه توزی هست، ولی داخل مواردی که میگه دو موردش رو که به نظرم تا حدی مکسنس میکنه عرض میکنم خدمتتون. یکی از این دو مورد این است که میگه زمانی که من در ارتباط با پسرم و همینطور پسر این خانم بودم در طول این یک سال، رابطه نابرابری ایجاد می شد و این خانم معتقد بود که پسر 6 سالش از اون رابطه دیگر لطمه خواهد. به همین خاطر دوست داشت اصلا رابطه من با این دو فرزند قطع باشه و این دو فرزند در یک شرایط برابر بزرگ بشن. ظاهرا این دو نه آخه معنی نداره عزیزم. آخه ایشون که نمیتونه فقط به صرف این که شما دوتا رفتارتون بد و غلطه با اون بچه آسیب میبینه، که اگر اجتناب ناپذیره به خاطر فاصله سنی و تعداد، همه برادرها و خواهرها برخی از اوقات با هم مسئله دارن، ولی اینکه دلیل نمیشه که بچه از دیدن پدر، پدر از دیدن بچه اگر مایل پدر محروم بشه به خاطر اینکه بچه دیگه رابطه برابر میکنه. بله موافق فرمایشات هستم. مورد دیگری هم که ایشون مطرح میکنه این است که میگه حضور موقت شما در زندگی پسر من، که همون یعنی پسر خودم، زیاد کمک کننده نیست، بهتره که اصلا شما نباشید. یا این ایشون همچی حرفی رو بهمل میزنن برای اینکه این بچه ها احتیاج بعد از شناخت پدر و مادر این ارتباط رو میخوان، بلا ده ها آسیب دیگه میبینن. حرفا از نظر واقعیت و علمی نامعقوله. بنابراین این شمایید که گوش به اون حرف نباید بدید. حالا پرسش من از شما اینه که آیا واقعا اینا دلائلشونه یا بهانه‌هاشونه و همطور گفتید قصد اینو دارن که شما رو از این طریق دوباره قلاب کنند و به این زندگی برسونند یا بکشونند؟ من فکر میکنم مورد دومی است که شما میفرمایید. خیلی خب، بنابراین شما پشت محکم میستید عزیز. فرزند شما گفتی الان چند وقتشه؟ 2 سال، 3 سال و 8 ماهشه چی؟ دکتر 3 سال و 8 ماهش هست و زمانی که منو دید نمیدونم به چه علت خیلی سریع هر دوی ما، حالا از خودم بگذرم، پسرم هم به من وابسته شد. در این 1 سال و چند ماه بیش از 1 ماه اصلا شبانه روز با من بوده و خیلی به سختی از من جدا میشد. یعنی هر وقت ما تو این 1 سال با این خانم و اون فرزند دیگه وقت زیادی گذروندیم، سفر رفتیم، هر فرصت رو سعی کردیم کنار هم باشیم و همیشه پسر من با گریه و مشکلات زیادی از من جدا میخواست بشه. بخواه اون علائم دیگری هم هست. من بگید هر دوی شما و همسر سابقتون چی خوندید، چه میکنید؟ من فوق لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی ساختمان دارم، در همین زمینه هم فعال هستم. این خانم هم لیسانس در رشته پرستاری دارن و در همین زمینه هم فعال هست. حالا اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدر؟ 100 دلار. اوکی. حالا به نظر من شما باید پاش بیستید عزیز، برای اینکه به فرزندتون بعدن آسیب میخوره. شما نمیتونید بعدن بگید مادر تو این بازی ها و بهانه رو در میآورد، منم رفتم و بنابراین تو بی پدر بزرگ شدی. شما باید پشت بیستید و شما قرار نیست که برید اونجا. شما میتونید هفته یک دفعه یا هفته دو دفعه یا هرچی، یا دو هفته یه دفعه بچه رو بیارید، اون فقط همون پسر خودتون رو بردارید تو ببرید تو بعدش برش گردونید. حالا فقط بعد برمیگرده به اینکه او با شما چه اندازه راحته و اگر با اشتیاق میاد که چه بهتر. ناراحتی هم هست برای که شما دو تا بزرگسال دست گلاب دادید دیگه، یعنی یه کارهایی کردید که نباید میکردید، نه شناختی داشتید و نه چیزی. ولی پای این موضوع بیسته، چون اینجا مسئله اصلی و اساسی سلامت فرزندتون. علت هم که دادگاه به نفع شما رأی میده به خاطر اینکه مسئله در حقیقت آنچه که صلاح و مصلحت فرزنده به حساب میاد، به اون صلاح و مصلحت اینه که ارتباط قطع نشه. متوجه هستم دکتر. در این ارتباط و برای رسیدن به این هدف احتمالاً بهایی که من بخوام بدم زیاد هست، به خاطری که این خانم روحیه‌ای داره. مثال میزنم خدمتتون، مثلا با پلیس تماس میگیره و منو متهم میکنه به کار نکرده،
ولی نظر شما خب این است که من فیس کنم تمام این نه پرابلم رو. حالا آخه ببینید، بذارید چیز دیگه به شما بگم. ببینید شما من رفتید دست گلاب دارید، بعد رفتید سراغ یه آدم به حال مسئله دار و چه دست بدون حتی ازدواج حامله شدن و بقیه کار به اونا ندارید. اگر چنینه شما میتونید خودتون رو، نمیگم خودتون به هر حال به دلیل اشتباهاتتون خیلی من اهمیتی نمیدم، ولی برخی از وقت متوجه به سن بچه اگر ولش کنید این بسا تا 6-7 سالگی موضوع شما مطرح نباشه، بعد بتونید اگر او هم یعنی مادرش هم خواست اون موقع به هم نزدیک بشید، خیلی براش نجنگی چاد اون راه هم دارید. چون میدونید برای بچه من میدونید نگرانیم چیه؟ نگرانیم این است که شما برید از دادگاه با بگیرید. یک، اولا وقتی که میاد با شما یک کمی اصلا بهش خوش میگذره قبول، ولی وقتی برمیگرده مادرش با یه مقدار حرفا و صحبت ها اذیتش کنه، برای که به نظر میرسه او حاضر بچه رو ناراحت کنه به هزینه آسیب و آزار به شما، ولی نه چه بچه دفعه بعد از اینکه بیاد با شما ای بسا با وجودی که دلش میخواد میترسه. بعد هم میدونی آدم ها میتونم بازی در بیارن، میتونم برگری گریه کنه تو وقتی میری من دلم تنگ میشه اصلا دیگه غذا نمیخورم، بچه دفعه دیگه نمیره دیگه، همین سادگی. یعنی این حق بازی ها رو داریم. یعنی ببینید عزیز، من همیشه چی عرض کردم؟ عرض من این بوده که اشکال کار ازدواج اینه که ما میام عزیزترین موجود زندگیمون رو با یک کسی شریک و سهیم میشیم که اون میتونه اون فرزند یا موجود عزیز ما رو نابود کنه، ما هیچ غلطی نتونیم بکنیم. همینه که نمیشه بچه آورد همینجوری بی هوا. بنابراین شما یه گزینه دومی هم دارید اگر اینقدر پا پی میشه، بیاد اینجوری نگاه کنیم. اگر شما بگید اصلا خیلی خوب باشه من فعلا، چون شما همیشه میتونید دنبال کاستدی بچه برید، الان هم میتونید برید دادگاه یه کاستدی بگیرید، بعدا با رضایت یا با وکیلتون قبول کنید فعلا مثلا تا 7 سالگی یا 6 سالگی، تا 6 سالگی بگید که من نمیام نمیبینمش، بعد از 6 سال دوباره میام مثال، یا فقط ما یه دفعه ببینمش. ببینید چجوری میتونید به یه توافقی برسید که او رو ببینید بدون اینکه براتون دردسر درست کنه. ولی اگر نشد به من بگید میترسم به بچه‌م آسیب بزنه، من میتونم بگم ازش شما فعلا تا 6 7 سالگی بگذرید. درسته. برای که ببینید الان میتونه بازی در بیاره، ببینید الان میتونه بازی در بیاره سرتون، حتی بیاد بگه که نمیدونم بچه ناراحته یا نمیخواد بره یا بچه رو زده کار دستون بده. ولی وقتی 6 7 ساله شد این دروغ رو نمیتونه بگه، چون پلیس و دادگاه متوجه میشن کی راست میگه کی دروغ. درسته. بنابراین ببینید چگونه میتونید این میانه فعلا عمل کنید که بچه آسیب کمتری ببینه، شما هم احساس بدی نکنید. ولی متاسفانه انتخاباتون فقط بین بد و بدتره عزیز. دقیقاً دقیقاً. ولی دکتر من این موضوع رو بخوام در لانگ ترم نگاه کنم، این بحث رو نباید بیش از 6 7 سالگی فرزندم به تاخیر بندازم، درسته؟ نه، بعد از 7 تو باید بدون شما میخواهید ببینیدش، چون موقع براش معنی دارید بود و نبود شما. اون موقع بسا به اینجا برسیم با توجه به شرایط که بهتره ول کنید شاید، ولی به احتمال قوی نه. ولی بالاخره برای که ببینید اولا معلوم نیست شما ازدواج بکنید یا نکنید، بچه دار بشید یا نشید، ایشون داره چه کار میکنه، ایشون بعد از این مدتی که از شما مایوس شد میخواد چه بازی در بیاره، مثلا میدونم از نظر روانی ایشون چگونه آدمیه. ببینید اون اطلاعاتو اگه روانشناس خوب پیدا کنید بیشتر میتونه، حتما میتونه کمکتون کنه که انتخاب و تصمیم درستی الان بگیرید یا بعدن بگیرید. ولی به هر حال چون مسئله چلد کاستدی اینا یه مسئله است که تا 18 سالگی میتونه ادامه پیدا کنه، نهایی نیست هیچ چیزی، همیشه میشه رفت و درخواست تازه کرد. بعد ببینید عملا چه کار میتونید بکنید. بعدم یادتون باشه انتخابات چون بین بد و بدتره، کوشش کنید که آسیب بیشتری به فرزندتون اول و بعدن به خودتون نزنید. امیدوارم از عقده حلش بر بیاد. متاسفم از آنچه شنیدم، ولی به هر حال چنین است. دکتر من عرض کنم که کاستدی ندارم، در واقع فقط به من حق دیدار دادن؟ نه خب نه نه، هم کاستدی هستم. کاستدی وقتی میگن جوین کاستدی، یکی در حقیقت میشه فیزیکال کاستدی، یکی دیگه میشه مثلا ویزیتینگ رایت. اون قواعد رو ولش کنید، اون فرقی نمی کنه، کاستدی هر دو داره. اولا شما از ذره فرض کنید که حقوقی یا مواردی مربوط به بیماری بچه اینا جوینت کاستدیه. شما که نمیتونید بگید اگه بچه‌م مریض شد بردمش بیمارستان میگن تو به چه حقی بردی. نه نه، نگران این ترما و ترمینولوژی رو نباشید.
متوجه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ولی حتما ببینم ایشون، یعنی حالا یا از الان یا از 6 7 سالگی به بعد دیگه قطعا. آره عزیز، فعلا اگر نبینید، اگر جنگ و جدالی میشه، چون من گفتم ویژگی همسر سابقتون رو نمیدونم و نمیخوام بچه این وسط له بشه، و لطفا و حتما و لطفا و حتما سی دی سینگل پرنت من، خانواده تک سرپرست، 4 ساعته، یه 30-40 تا نکته اونجا دارم، لطفا و حتما اون رو بشنوید. بله خیلی ممنونم خب. جناب